در لطفاً به شماره تلفن 714-423-8560 714-423-8560 با مرزی از تنگزای لطفی تماس حاصل فرمایید. ایمیل sellyourhome@yahoo.com. Understanding your insurance options. Do you have questions about how you can protect your assets? هموطنان گرامی، امروز بیمه توسط صدها کمپانی و اشخاص مختلف موجود است. اما اینشورنسی که ضرورت شما را رفع نموده و به بسیار قیمت‌های مناسب تمام شود، در هر جا نیست. این جانب سعید هاشمی همراه با فارمرز اینشورنس و تجربه چندین ساله که همیشه در خدمت هموطنان خیش بوده و هستند. اگر می خواهید یک اینشورنس بهتر با قیمت های مناسب به دست بیاورید، لطفاً با ما به تماس شوید. افغان انترنشنال ترافل، آژانس مسافرتی بین المللی افغان. این آژانس با داشتن کارمندان کارآگاه، تجربه طولانی کاری و عضویت ایاتا در سطح اروپا در خدمت هموطنان عزیز قرار دارد. اگر آرزو دارید تا سفری راحت و مطمئن با قیمت‌های مناسب با کشور عزیزمان افغانستان و یا سایر کشورهای جهان داشته باشید، اگر آماده برای ادای فریضه حج و یا حج عمره باشید، اگر می‌خواهید از طریق ما امکانات سفرهای قشنگ سیاحتی با هتل‌های زیبا، مدرن و سایر ترانسپورتی کرایی و سایر سهولت‌ها را مستفید گردید، پس جهت ریزرو و کسب معلومات بیشتر لطفاً به مرکز این آژانس در شهر فرانکفورت آلمان با تلفن های 0049-69-25-62-26-55 و یا 0049-69-25-66-78-72 و یا سایت اینترنتی ما www.afghaninternational.de در تماس شوید. بله، آژانس مسافرتی افغان با سرویس عالی 24 ساعته در خدمت شماست. سفر خوش. سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 14 ژانویه 2012 و 24 دی ماه 1390. امروز ابتدای گزارش مالی که هر دو هفته یک باره و بعدش اخبار ایران در درجه اول راجع به ایران صحبت می کنم و بعد اوضاع جهانی و امریکا و ببینیم جهان به کدام سو می رود. بنابراین ابتدا گزارش مالی. از سانتا آنا در کالیفرنیا $350، از سانلند کالیفرنیا $50، از اوکلاهوما سیتی در اوکلاهوما $100، از اپل ولی در کالیفرنیا $100 و از ایالت مریلند
400 دلار. به این ترتیب ما هر چود که در 6 هفته گذشته 1800 دلار کسری موازنه پرداخت ها داشتیم و به همین دلیل که عزیزان میدونن در 2 هفته گذشته ما برنامه سه‌شنبه ها متوقف شده نداشتیم و سه‌شنبه آینده هم نمیتونیم داشته باشیم به دلیل کسری موازنه پرداخت ها. و همینطور که عرض کردم در واقع این 2 هفته گذشته حتی برای برنامه شنبه هم ما کسری موازنه پرداخت ها داشتیم. عزیزان عرض شود که من بارها گفتم تا زمانی که برنامه مال عزیزانه، مال من نیست، و تا زمانی که بخوان من در خدمت عزیزان خواهم بود و احتیاج به کمک مالیشون داریم. خرجمون رو همیشه من اعلام کردم که اگه برنامه های سه‌شنبه هم باشه هفته 900 دلار خواهد بود عرصبت که، و بنابراین تا زمانی که عزیزان کمک بکنن برنامه ادامه خواهد داشت، برای اینکه خوشبختانه مانع دیگری مثل تلویزیون های دیگه لس آنجلسی نیست، به اصطلاح تضییقاتی وجود نداره و یا اینجا با آدم به اصطلاح عرصبت که چیز نمی کنن که چی بگو و چی نگو، ولی به هر حال بنابراین بستگی به خود عزیزان داره و امیدوارم در این موقعیت بسیار بحرانی که کشور ما در معرض خطر جدی حالا عرض می کنم عزیزان کمک هاشون برسه و برنامه بتونه ادامه پیدا بکنه، و اگر بشود برنامه سه‌شنبه رو هم ادامه داد به نظر من لازمه واقعا، برای اینکه واقعا فاصله یک هفته برای خود من به اندازه یک سال طول کشید. تو گویی انقدر خبر هست و همین امروز انقدر مطلب هست، محالی که من در عرض یک ساعت و نیم برسم همه مسائل رو مطرح بکنم، مطالبی رو که یادداشت کردم، ولی به هر حال به عزیزان بستگی داره. همینطور که عرض کردم در عرض 6 هفته گذشته ما 1800 دلار کسری موازنه پرداخت ها داشت. و اما میریم روی مسائل ایران و من ابتدا از اسوسییتد پرس این خبر رو برای عزیزان میخونم که مال 11 ژانویه است. 2 نفر مهاجم روی موتورسیکلت بمبی به اتومبیل یکی از استادان دانشگاه که در تأسیسات اتمی ایران کار میکرد چسبانده و او را کشتند. این حمله شباهت کاملی با حملات قبلی و کشتن دانشمندان ایران داشت که روی تحقیقات اتمی ایران کار می کنند. می توان اطمینان داشت که این کار ادعاهای مقامات دولت، منظور دولت ایران، مبنی بر عملیات پنهانی قدرت‌های غرب و متحدین آنها برای متوقف ساختن فعالیت‌های اتمی را ثابت می کند. این گزارش از طریق علی اکبر درعینی که جز خبرنگارهای هم در لس آنجلس تایمز کار میکنه و هم برای اسوسییتد پرس. مصطفی احمدی روشن، متخصص شیمی و یکی از مدیران تأسیسات غنیسازی اورانیوم در نتنز بود. مصطفی احمدی روشن مهندس 32 ساله‌ای بود که به همراه 2 نفر سوار پژو ساخت ایران میشد که نزدیک خیابان گلنبی در تهران با انفجار بمب از پا درآمد. 2 نفر مسافرین همراه او نیز از پا درآمد و رهگذر 85 ساله‌ای هم مجروح شد. من علاوه بر اون دنباله همین خبر رو از نشریه دیگری که به اسم دیلی بیست هستش 13 ژانویه، یعنی از دیروز من این رو گرفتم برای عزیزان میخونم تا ببینیم داستان چیه. این خبر رو من در جای دیگه، اینو که برای عزیزان میخونم در جای دیگه ندیدم. این مقاله همینطور که گفتم در نشریه دیلی بیست مال 13 ژانویه هست به قلم الی لیک. 6 هفته پیش در کنار گرد همایی پر اهمیتی میان مقامات امریکایی و اسرائیلی
که اینها مرتب انجام میشه به نام گفتگوهای استراتژیک. معروفه این گفتگوها که دائم بین دولت اسرائیل و دولت امریکا، مقامات بالای موساد آهسته و غیر رسمی درباره سلسله انفجاراتی که در ایران روی داده است لاف می زدن. یعنی در واقع باد به غبغب انداخته بودن. یکی از مقامات امنیتی امریکا به این نشریه می گوید مأمورین امنیتی اسرائیل مثلا می گفتند برای ایرانیان کار کردن روی ساختن موشک ها موقع خوبی نیست. این گفته های مقامات امنیتی اسرائیل اشاره به سلسله انفجاراتی بود که در تأسیسات آزمایش های موشکی ایران در 13 نوامبر صورت گرفت و موجب کشته شدن سرلشکر حسن مقدم رئیس برنامه های موشکی ایران شد. این نوع صحبت ها از سوی مقامات اسرائیلی مفهوم ضمنی خود را دارد، مبنی بر این که اسرائیلی ها می خواهند بی آنکه به طور رسمی قبول مسئولیت کنند خود را مسئول این عملیات بدانند. یعنی در واقع می دونیم که حالا برای عزیزان می خونم که به اصطلاح هم رئیس کنونی موساد به اصطلاح به طور غیر مستقیم و هم یکی از به اصطلاح رئیس ستاد ارتششون به طور تلویحی در حقیقت گفتن که این کار ما بوده. رئیس ستاد ارتش اسرائیل بنی گنتس نیز روز قبل آخرین عملیات تروریستی در مجلس اسرائیل گفته بود اتفاقات غیر طبیعی در ایران روی خواهد داد و جنرال گنتس قول داد که حوادث دیگری از این نوع در ایران اتفاق افتد. در مجموع بعدش مقاله ادامه میده، در مجموع تا کنون 5 نفر از دانشمندان اتمی ایران عرشبتی از این طریق و طرق دیگر به قتل رسیدن که عزیزان میدونن. عرشبت که من اسامیشون رو داشتم و برای عزیزان خواهم خوند. عرشبت که مجید شهریاری، عرشبت که دکتر میمند، اردشیر حسنپور، داریوش رضایی نژاد و مسعود علی محمدی که بعضی ها حدس میزنن که خود رژیم مسعود علی محمدی رو کشته باشه، در حالی که همینطور که دکتر صحیمی میگفت الان ثابت میشه که تمام این قتل‌های زنجیره‌ای در واقع به دست عوامل موساد و عرشبت که و عوامل ایرونیشون در واقع داره صورت میگیره. یکی از افسران و بعدش در مجموع تا کنون 5 نفر دانشمندان اتمی ایران از این طریق به طرق دیگر به قتل رسیدن و پاتریک کلاسون، عزیزان باید این پاتریک کلاسون رو بشناسن که از دشمنان قسم خورده ایران و طرفدار حمله نظامی از سالهای سال پیش بوده که مدیر تحقیقات وینپ که در حقیقت واشنگتن اینستیتوت فور نیر ایسترن پالیسی هستش، از اون اتاقهای فکری دست راستی افراطی وابسته به اسرائیل و صهیونیست‌هاست. پاتریک کلاسون میگوید که تمام شواهد نشان میدهد این کار اسرائیل است. همه اینها، چه کلینتون چه دیگرانشون، میخوان این رو فقط به گردن اسرائیل بندازن، کوشششون در اینه. ولی حالا به عزیزان خواهم گفت که اینطور نیست. او میگوید این تکنیک ظریف شبیه تکنیک مخالفین حکومت ایرانه، منظورش مجاهدین و غیره است و سلطنت طلب ها، یا خود حکومت ایران، هیچ کدوم از اینا نیستن. این تکنیک مخصوص سازمان موساد است. یکی از افسران سابق موساد که اکنون در کانادا زندگی می کند به نام مستعار مایکل راس میگوید این عملیات علامت مخصوص موساد را دارد. این تکنیک جدیدی نیست، بلکه در دهه 1960 به طور مؤثری علیه برنامه موشکی مصر به کار گرفته شد و در آن زمان این تکنیک علیه دانشمندان مصری که روی برنامه موشکی کار می‌کردند به کار برده شد و ضربه سنگینی به آن برنامه زد. بعدش از اینجا خود به اصطلاح همین دیلی بیست ادامه میده که امریکا و اسرائیل در جمع‌آوری اطلاعات
و عملیات خرابکاری در ایران با هم همکاری نزدیک دارند. از جمله حمله ویروسی استاکسنت در سال 2009 که ضربات سختی به سانتریفوژهای غنی‌سازی اورانیوم وارد کرد. این همکاری در دور دوم ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش عمیق‌تر شد. حالا عزیزان دقت بکنن، یکی از اسناد مربوط به این همکاری یعنی بین اسرائیل و امریکا که این عملیات امکان نداره بدون اجازه و رضایت دولت امریکا و هیئت حاکمه امریکا صورت بگیره، یکی از اسناد مربوط به این همکاری ها عبارت است: پیام اینترنتی یعنی مسیج 17 اوت 2007 در مورد گفتگوی مفصلیه که میان میر داگان که رئیس قبلی موساد بوده که الان عزیزان میدونن در یکی از نشست‌ها گفته بوده که به اصطلاح حمله نظامی به ایران درست نیست و حتی اگر ایران بمب اتمی هم داشته باشه یک خطر حیاتی برای اسرائیل نداره. حالا که چون رفته کنار این صحبتو میکنه، ولی یکی از اسناد ویکیلیکس عزیزان ببینن که بین خودش همین میر داگان رئیس وقت موساد اسرائیل با نیکولاس برن کسیه که از سالهای سال پیش مسئول مذاکره با ایران در مورد فعالیت‌های اتمی بوده که عزیزان یادشون بیاد که یه زمانی که علی لاریجانی بود بارها و بارها با همین نیکولاس برن ملاقات داشته. حالا ببینید گرد همایی بوده، یعنی ملاقاتی بوده بین داگان و همین آقای نیکولاس برن معاون وزارت خارجه امریکاست که توسط ویکیلیکس افشا شده. در آنجا گفته می شود که برخورد اسرائیل با ایران بر 5 اصل قرار دارد که اینها رو در حقیقت با نیکولاس برنز مطرح کرده بوده: 1. برخورد سیاسی، 2. عملیات پنهانی، 3. عملیات ضد گسترش، 4. محاصره اقتصادی و بالاخره تغییر رژیم از طریق زور نظامی. در زیر بخشی از این سند تحت عنوان عملیات پنهانی چنین می‌خوانی: داگان و معاون وزیر وزارت خارجه امریکا یعنی نیکولاس برن به توافق رسیدن که در مورد این سیاست‌ها و عملیات اسرائیل در جمع‌های بزرگتر صحبتی نکنن. یعنی توافق بینشون هست، با اجازه امریکا هست، ولی خانم کلینتون میاد میگه که ما این کار رو نکردیم، اسرائیل این کار کرد. تو گویی که اسرائیل میتونه بدون اجازه امریکا دست به این کارها بزنه. در دنباله مقاله، البته همین مقاله دیلی بیست، توضیح داده میشود چرا این عملیات تروریستی نمیتوانن فعالیت‌های اتمی ایران رو متوقف بکنن. اثرشون چیه؟ در حقیقت صحبت‌های رژیم ایران رو اثبات می‌کنه و بعدش به نفع کیه؟ به نفع رژیمه، به نفع تحکیم رژیمه، به نفع در حقیقت اینه که به اصطلاح مردم در واقع اینهایی که کشته میشن که مال جمهوری اسلامی نیستن و یا اینا ثروت‌های ملی کشور ما، اینها به پول ملت ایران تربیت شدن، اینها دانشمندای کشور ما، حالا میخواد جمهوری اسلامی باشه یا زمان شاه باشه یا زمان هر کسی دیگه، اینا ثروت‌های ملی ما. کسی که موافق باشه، بعضی از عزیزان از من خواستن که راجع به کاندیداهای جمهوری خواه امریکا من صحبت بکنم. حالا یکیشونو به عزیزان میگم، آقای سنتورو که گفته باید ما جشن بگیریم که این دانشمندان اتمی ایران کشته میشن و ما باید جشن و پایکوبی بزنیم و لبخند باید بزنی، بیشتر و بیشتر باید کشته بشه. این یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری مال حزب جمهوری خواه امریکاست. بقیهشون دست کمی از این ندارن. فقط یه چشمشو برای این عزیز که از من خواسته راجب کاندیداها، من بارها گفتم راجب این کاندیداها من چی بگم، به جز ران پال که مخالف جنگه، تمام بقیهشون 100% قول دادن که اگر
بیان تو کاخ سفید علیه ایران بسا جنگ را آغاز خواهند کرد. این لااقل از نظر بسا کشور ما و ملت ما هر شود که این مسئله لااقل عزیزان بدونن. بنابراین این یک چیزه و بعدش عزیزان من خبر دیگری رو از نیویورک تایمز دیروز برای عزیزان میخونم. 13 ژانویه، به گفته مقامات امریکایی دولت اوباما با اتکا به یک کانال مخفی ارتباطی به آیت الله خامنه ای اطلاع داده است که بستن تنگه هرمز خط قرمزی است که موجب عکس العمل امریکا خواهد شد. توسط به یک کانال مخفی ارتباطی که بعضیا میگن به اصطلاح لاریجانی که اخیراً مسافرتی تو به قرار معلوم به ترکیه داشته، شاید در این رابطه بود و این کانال مخفیش مونه. این مقامات از افشای این رابطه پنهانی و غیر عادی میان دو دولت و اینکه آیا به این پیام جوابی داده شده است یا نه خودداری کردند. مقامات امریکا قبلا اعلام کرده بودند که بستن تنگه هرمز خط قرمزی که روزانه 16 میلیون بشکه یعنی یک پنجم مصرف جهانی از آن می‌گذرد و آقای مارتین دمسی که رئیس ستاد ارتش امریکاست عرصبت که هفته گذشته هم اعلام کرده بود که اگر تنگه هرمز بسته بشه آن را با وسایل نظامی باز خواهد کرد. یعنی در حقیقت من میتونم برای عزیزان تاریخی رو بیان بکنم که چطور امریکا از سال 1846 کشورهای دیگه ای رو که میخواست باهاشون وارد جنگ بشه چطور وادار کرده و تحریک کرده به این که دست به یک عکس العمل بزنن تا وارد جنگ بشه. و این چیزیه که اتفاقا همین امروز صبح میخوندم. در واقع گری سیک که یکی از مفسرین تاپ هستش و عزیزان میدونن در زمان کارتر یعنی زمان گروگانگیری شد و غیره و غیره، در حقیقت در شورای امنیت ملی در کاخ سفید مسئول میز ایران بود و اوضاع ایران رو به دقت دنبال میکنه و عزیزان میدونن دوتا کتاب اصلی داره که واقعا توسط همه ما باید خونده بشه. یکی All Fall Down که کتاب بسیار پر اهمیتیه که نشون میده به اصطلاح اصلا انتقال قدرت از شاه به خمینی داستانش چی بوده، و یکی هم October Surprise عرض شود که اونم نشون میده که مسئله ایران کانترا داستانش چیه و رابطه پنهانی بین رژیم جمهوری اسلامی و امریکا و اسرائیل چی بوده بر سر مسئله ایران کانترا. گری سیک همین امروز که من میخوندم داره به دولت ایران هشدار میده که مواظب خودتون باشید و توی دام این تحریکات نیفتید، برای اینکه امریکا الان آماده است که از دولت ایران و حکومت ایران چیزی سر بزنه و حمله نظامی رو آغاز بکنه. من فقط فهرست کوتاهی رو که در مقاله‌ای که دنیس یتر در گلوبال ریسرچ نوشته برای عزیزان میخونم که چطور امریکا نه تنها در پرل هاربر، نه تنها در 11 سپتامبر، بلکه از سال 1846 برای اینکه بخش عظیمی از مکزیک رو در حقیقت چیز بکنه، عرض شد که رئیس جمهور پولک در اون زمان جنرال زکاری تیلر رو با 1500 سرباز به مرز مکزیک در امتداد رودخانه عرض شد که موس میفرسته و به او دستور میده به مناطق مورد مناقشه بین امریکا و اسرائیل دائم به اصلاح چیز بکنه، مانور بده تا دولت مکزیک رو تحریک بکنه، که دولت مکزیک هم در دام افتاد و بالاخره امریکا میدونیم که رفت و بخش عظیمی از مکزیک رو که کالیفرنیای امروزی باشه، تکزاس، نیو مکزیکو، بخشی از کلرادو و به اصلاح آریزونا رو گرفت و به اصلاح جزء چیز کرد. یعنی در حقیقت بخش عظیمی از مکزیک رو 1846، جنگ امریکا علیه اسپانیا 1898، امریکا ناو جنگی خودش رو به اسم USS Maine در ساحل به اصطلاح هاوانا کوبای امروز غرق میکنه و کوبا رو مسئول آن میدن. ما میدونیم که بعدن مسلم شد که
این کوبایی ها نبودن و یا اسپانیایی ها نبودن که اینو غرقش کردن، خود امریکایی ها این کار کردن. ورود در جنگ اول جهانی، کشتی مسافری لویزیانا، لوزیتانیا، که یک کشتیه که پر از اسلحه بوده، امریکا با اینکه اجازه نداشته به انگلیس اسلحه بفرسته پر اسلحهش میکنه، ولی در حدود بیش از هزار نفر مسافر هم توی چیز میشه و درست میندازنش توی مسیری که در حقیقت زیردریایی ها و موشک های بسیار آلمانی وجود داشتن تا این بسیار کشتی غرق بشه که حدود 1400 نفر مسافر غرق شدن و این باعث شد که امریکا وارد جنگ بشه. در حقیقت انگلیس در این زمینه نقش داشته واقعا. امریکا هم میخواست، در حالی که ملت امریکا مخالف جنگ اول جهانی بودن و نمیخواستن، و غرق شدن این کشتی باعث شد و بهانه داد به دست امریکا که وارد جنگ بشه. در حقیقت انگلیس نقش اساسی در این قضیه واقعی عرض شد که، و بعدش توپ بستن مانیلا عرض شد که، عذر میخوام، این بعدش پرل هاربر رو صحبت میکنه که چطور به استراتژی شد، و بعدش هم یعنی ما میدونیم که حتی خود هیتلر آتش زدن رایشتاک چطور به اصطلاح هم جنگ رو و هم کشتار به اصطلاح هم در حقیقت یهودیان رو آغاز کرد و هم چپ‌ها رو، به ویژه به اصطلاح کمونیستا رو، که گفت اینها آتش زدن رایشتاک، و بعدن معلوم شد که به اصطلاح خودشون در حقیقت مسئوله. یعنی منظورم اینه که نیروهای امپریالیستی برای ورود به جنگ در واقع به دنبال بهانه می‌گردن و در نتیجه ملت ما باید آگاه باشه و در واقع ما فوق العاده باید هوشیار باشیم راجع به این قضیه، برای اینکه خطر جدی الان کشور ما رو داره تهدید میکنه. و البته کسانی هم هستن، یعنی در واقع میتونم عرض بکنم که بدون رودرواسی باید گفت، وطن فروشانی هستن که کاملا آمادگی دارن و امریکا رو تشویق میکنن به اینکه به کشور ما حمله نظامی بکنه. در این رابطه تردیدی وجود نداره که ما روشنفکران وطن دوست، انسان و شریفی دارن که در برابر این قضیه میایستن. و من امروز میخوام بخش های وسیعی از مقاله بسیار ارزشمندی که دکتر فریبرز رئیس دانا نوشتن و در سایت اخبار روز عزیزان میتونن گیر بیارن، علارغم اختلافی که با این عزیز و با این انسان بر سر هم انتخابات 88، هم بر سر عرض شود که اختلافی که بر سر جنبش سبز داشتیم و موضع‌گیری های ایشون در مورد سخنگویان این جنبش با هم داشتیم، در حال حاضر ما باید این اختلافات رو کنار بذاریم و جبهه متحد و واحدی به وجود بیاریم در برابر این تجاوز و نابودگری که واقعا کشور ما در معرض این خطره. یعنی در واقع دو خطر. حالا عرض میکنم موقعی که من این مقاله رو برای عزیزان بخشهای وسیعش رو میخونم. یکی اینه که در درجه اول این باعث تحکیم این رژیم ضد انسان میشه. ملت ما در بین دو سنگ آسیاب گیر کرده، دشمن داخلی که مرتب مشغول سرکوبه و روز به روز واقعا چهرش آشکارتر میشه، چهرش ضد انسانی تر میشه. عزیزان دقت بکنن که اینا دیگه در همین انتخاباتی که میخوان، قلابی که میخوان راه بندازن، علی مطهری رو که از خودشونه ردش میکنن، 50 تا از اونایی که نمایندگان مجلس هستن رد میکنن، 39 تاشون جز اصولگراها هستن. ببینید کار به کجا کشیده که سردار علایی که دیگه جز سران پاسدارانه و واقعا جز مهره های این رژیم بوده، سر صداش در اومده و میگه که ما وضعیت کشور رو دارید به سال 1356، یعنی آغاز انقلاب دارید برمیگردونید. ببینید کار به کجا کشیده که حتی عسکر اولادی صداش در اومده
و علیه بعثا احمدی نژاد و انتقادات فوق العاده شدیدی که به این هدفمند کردن یاران ها، یعنی عزیزان دقت بکنن که چه ترک هایی در این حکومت داره وارد میشه و ببینید چه سرکوب هاشون چطور ادامه پیدا میکنه. خانه سینما رو میبندن، مطبوعات رو داغون میکنن، دستگیر میکنن، اعدام میکنن و غیره و غیره. چه چیزی میتونه اینا رو نجات بده؟ همین تهدیداته. چه چیزی میتونه انتخاباتشون رو گرم بکنه، بازارش رو؟ همین تهدیداته. و حمله نظامی، برای اینکه این حکومت تنها راهی که میتونه خودش رو تثبیت بکنه و به عمر کثیفش ادامه بده همین تهدیدات و حتی حمله نظامیه. برای اینکه همینطور که دکتر رئیس دانا میگن مردم مقاومت خواهند کرد. حالا وطن فروشایی هستن که میگن آره هر کسی که مخالف جنگ علیه ایرانه این طرف جمهوری اسلامیه. به این وطن فروش های ضد انسان و ضد ایرانی باید گفت، مگر اونهایی که در عراق مقاومت کردن در برابر نیروهای تجاوزگر امریکایی طرفدار صدام حسین بودن؟ آیا شیعیان جنوب که از روز اول ورود نیروهای امریکایی به اونجا مقاومت کردن؟ عزیزان تاریخشو بخونن، موقعی که امریکایی وارد شدن از همون ابتدا با مقاومت مردم شیعه جنوب روبرو شدن، اینا طرفدار صدام حسین بودن؟ ما باید جواب داشته باشیم برای این وطن فروش ها که اینطور به اسلام ما رو متهم میکنن، در حالی که اینها اتفاقا خودشون هم سرسپرده امپریالیسم و هم طرفدار تحکیم به اصطلاح جمهوری اسلامی هن. برای اینکه امپریالیسم با این حکومت دائم به کمکش اومده و خود من حدسم اینه که واقعا در اثر این شدتی که گرفته این تهدیدات و تمام به اصطلاح هارت و پورهایی که اینا میکنن واقعا میخوان انتخابات اینها رو یه مقدار بازارش رو گرم بکنن، یعنی علیه ملت ما دارن عمل میکنن. و تا زمانی که اینها به سرکوب هاشون ادامه میدن، به اعدام هاشون ادامه میدن، به بستن روزنامه ها و خانه سینما ادامه میدن و سرکوب میکنن، نگرشون میدارن، هر وقت هم که دیگه به دردشون نخوردن اون موقع به اصطلاح کشور ما رو به خاک و خون بکشن، مثل عراق و افغانستان. من بخشایی چون مسائل بسیار آموزنده‌ای در این مقاله هست برای عزیزان، بخشهای وسیعیش رو میخونم. در سایت اخبار روز هنوز تا امروز صبح که من نگاه میکردم هست، به قلم دکتر فریبرز رئیس دانا. کسانی در داخل و خارج، البته به ترتیب در پوشش و آشکار، از ضرورت مداخله بشر دوستانه امریکا در ایران یاد میکنند، زیرا به قول ایشان ایران در آنچنان وضعیت ناگوار و نگران کننده ضد حقوق بشری قرار دارد که این ضرورت از سوی هر نیرویی با هر نیتی که باشد نه تنها قطعیت بلکه فوریت دارد. با اینها علل عموم اونهایی هستند که در بسیار با تجاوز امریکا به و ناتو به لیبی به به و چهچه کردن. چنین افرادی که چهرهشون اتفاقا یکی از پیامدهای حمله امریکا و ناتو به لیبی این بود که واقعا برای اولین بار لااقل برای خود من چهره بسیاری از روشنفکرها و حتی بخشی از اصلاح طلبا رو برای ما آشکار و عیان کرد. این دستاورد به نوعی این یک دستاورد بوده، حتی اونایی که جایزه نوبل صلح گرفتن چهرهشون برای ما آشکار شد. کسی که روی این حمله و این تجاوز صحه گذاشت میتونه جایزه نوبل صلح بگیره؟ جایزه نوبل صلحش مثل همون جایزه نوبل صلحیه که به آقای اوباما دادن، یک جنگ افروز ضد انسان. جایزه صلح اینا یک چنین شکلی داره، اینا مطلقاً به صلح و به انسانیت اعتقادی ندارن. چنین کسایی به حق حاکمیت ملل و اقوام و انسانها اعتقادی ندارن، به حق حاکمیت خود انسان اصولا اعتقادی ندارن. اینها اعتقادی به آزادی و به دموکراسی ندارن. اینها دروغ میگن که خواهان آزادی و دموکراسی هستند. اینها دروغ میگن که طرفدار حقوق زن هستند.
اینا دشمن زنان هستن، نه تنها دشمن زنان لیبی هستن که الان سرکوب دارن میشن و لااقل یک قرن عقب میفتن در اثر این گرازهایی که به تازگی در حقیقت به قدرت رسیدن، دست نشاندگان در حقیقت اجنبی پرست که به قدرت رسیدن و القاعده زنها رو، زنها باخت واقعی در لیبی از آن زنهای لیبیه. اینا هیچ کدوم از این چیزها رو ادعاشو میکنن، جایزه نوبلشو هم میگیرن، ادعای آزادی و دموکراسی هم میکنن، ولی اعتقاد به هیچ کدوم از اینا ندارن. در واقع چهره بسیاری از اینها برای ما آشکار شد و اکثرا همین ها هستن که تئوری در آوردن که دیگه استقلال، معنای استقلال یه زمانی در زمان جنگ سرد آره یه چیزایی بود به نام استقلال و یه چیزایی به نام امپریالیسم بود، ولی بعد از فروپاشی شوروی تمام. بنابراین میتونه امریکا بیاد و مداخله بشر دوستانه بکنه. این کسان البته کتابهایشون در ایران آزادانه چاپ میشود. نمونه آن کاظم علمداری و عباس میلانی است که سوگلی روزنامه‌ها و رسانه‌های نولیبرال ایرانه. همینایی که تون به حساب روزنامه‌ها و مجلات نولیبرال ایران قلم می‌زنن مگه خواهان به حساب تجاوز امریکا به ایران نیستن؟ همینا، یک مش وطن فروش. این محافل از او و امثال او به عنوان روشنفکری چیز می‌کنن که آگاه و عمیق و امثال آقای عباس میلانی. او مدام در رسانه‌های رسمی غرب اعلام می‌کند که راه حل ایران امریکایی شدن است. البته به نظر من ایشون امریکایی شدن رو نمیخواد، بلکه خواهان سلطه سیاسی، نظامی، فرهنگی و اقتصادی امریکا بر ایرانه، نه امریکایی شدن ایران. نه، میخواد دوباره برای چیه که همش به اصطلاح گرانت یا صدها هزار دلار در اختیار اینا میذارن که به اصطلاح در این مؤسسات تحقیق بکنن راجع به هویدا، راجع به شاه، و به اصطلاح دوباره 6000 ارشد که مستشار امریکایی برگردن به ایران و در رأس تمام به اصطلاح چیزه. یعنی سلطه کامل امریکا از نظر اقتصادی و سیاسی و ایران رو تبدیل به یک به اصطلاح چیز فاحشه‌خانه امریکایی ها بکنن. طرفداران مداخله امریکا در ایران چند دلیل دارن. یک دلیل پنهان اما اصلی آنان این است که ملت ایران نمیتواند خودش درباره خودش تصمیم بگیرد. در درجه اول این افراد تا جایی که من میتونم موقعی که آدم مصاحبه میکنن اینها رو به چهرهشون نگاه میکنه که بیشتر شبیه در حقیقت اجساد مومیایی شدن، واقعا آدم احساس انسانی در چهرهشون نمیبینه، واقعا به شخصیت اینا باید نگاه کرد که آیا خود اینها شخصیت مستقلی دارن و شخصیت اینا اصولا چطور شکل گرفته، اون شیری که خوردن چی بوده. برای اینکه شخصیت انسان از مادر انسان در واقع بسا آغاز میشه و اون شیری که میخوره. اصولا اینها استقلال شخصی و عنصر محکمی دارن یا عنصر سستی دارن. خودشون اصولا نمیتونن بر پای خودشون بایستن و انسان مستقلی باشن و فکر میکنن که تمام ملت ایران اینطوره، نمیتونه برای خودش تصمیم بگیره، نمیتونه جنبشی به وجود بیاره، نمیتونه این رژیم رو تکلیفش رو معین بکنه. همینطور که تونست با قدرت و توان خودش با یه انقلاب کم نظیر رژیم 2000 ساله سلطنتی رو با اون هارت و پورتهاش، با اون در واقع به حساب پشتیبانی که از طرف امپریالیسم برای 25 سال داشت، حالا اون اواخر یه مقدار پشتیبانیش رو از پشتش برداشت، ولی با اون ارتشش و با اون ساواکش و با اون ژاندارمریش و با تمام به اصطلاح هارت و پورتها و هموتولوپش چطور انداخت با اون انقلاب عظیم ایران، واقعا تا مردم ایران توان اینو ندارن که خودشون بتونن به طور مستقل و با دست توانای خودشون. عزیزان دقت بکنن، همین امروز من واقعا نامه داشتم که چطور این جنبش
از روشنفکرها که در حقیقت سران جنبش الان در حصر هستن و یک عده از اصلاح طلبان اومدن و عملاً در واقع پشت به مردم کردند و بعضی از روشنفکرهای دیگه‌ای که به خارج اومدن بازم به مردم پشت کردن، الان انقلاب واقعاً به دست خود مردم افتاده و تا رگ و ریشا و تا اعماق جامعه مردم دارن مقاومت میکنن و در اثر همین مقاومت هاست که اینطور ترک در بالا ایجاد شده. جنبش ادامه داره، منتها در زیر، همینطور که عرض کردم، در زیر پوست شهر مردم ایران توان اینو ندارن که به دست توانای خودشون این رژیم رو بالاخره تکلیفش رو معین بکنن، رژیمی که الان دچار بحران عمیقه. به نظر من اونهایی که خواهان دخالت بشر دوستانه توی گیومه خارجی و اجنبی، حالا چه دخالت اقتصادی باشه، چه سیاسی باشه و چه در نهایت نظامی باشه، همون به اصطلاح برنامه‌ای که برای عزیزان در اون به اصطلاح مقاله عرض کردم که به اصطلاح برنامه اسرائیل و دولت اسرائیل و صهیونیست‌ها چی هستش در مورد ایران، اینها در حقیقت توهین به ملت ما میکنن، اینها دشمن ملت ما هستن که چنین به اصطلاح افکاری دارن و میخوان دخالت اجنبی در حقیقت این رژیم تغییر بکنه، یعنی در حقیقت دست نشانده های خودشون رو سر کار بیارن. اینها میگن که ملت عقب مانده، فریب خورده و ناتوان است. این ملت میرود رأی میدهد و به هر کس هم که رأی بدهد بالاخره با این رأی چارچوب نظام را پذیرفته است. هر به اصطلاح هم انقلاب عرشبت که 76، آره این چارچوب نظام را پذیرفته است. عزیزان سازمان ها و گروه ها و چیزهای سیاسی خارج رو نگاه بکنن که تو گویی این ملت شعور اینو ندارن که چرا در این انتخابات ها شرکت میکنن، و یا انتخابات 88 که تحریم کردن، مردم دقیقا میدونن چرا در این انتخابات شرکت میکنن، به خاطر رژیم و حفظ به اصطلاح نظامه، و یا راه عملی در حقیقت برداشتن این نظام، رسیدن به آزادی و دموکراسی و بالاخره تغییر این قانون اساسیه، ولی در چارچوب همین قانون اساسی تمام این انتخابات ها و سایر قضایا صورت میگیره برای تغییرش. همینطور که من بارها گفتم در امریکای لاتین این اتفاق افتاده، در زمان دکتر مصدق همین اتفاق داشت میافتاد که تحمل نکردن و انداختنش در چارچوب همون نظام. در حقیقت دکتر مصدق میگفت که شاه باید سلطنت بکند و نه حکومت. بنابراین مردم دقیقا آگاهن که چرا در بعضی از انتخابات ها، یعنی از جمله 76 و یا برای مجلس ششم و یا به اصطلاح آخرینش که به اصطلاح 85% از مردم شرکت کردن، میدونستن که چرا شرکت میکنن. منتها این روشنفکرهای ما هستن که نمیفهمن که شعور و آگاهی ملت ایران چقدر بالاست و دقیقا میدونن چه کار میکنن. و بعدش این ملت را باید به ضرب رسانه های ماهواره‌ای، موشک کروز، اجرای منطقه پرواز ممنوع، اشغال نظامی و گماردن سرسپردگان بر سرشون به قرن 21 کشان. اینهایی که میخوان به اصطلاح دخالت بشر دوستانه بشه دقیقا حرفشون اینه و داستانشون اینه، یعنی یک عده وطن فروشن واقعا که اصلا دشمن ملتمان و اصلا بخشی واقعا از ایران نیستن. اینا در واقع نه تنها از طرف ملت ما طرد شدن، دشمن ملت ما. از نظر اینان اما مادام که مردم رأی میدهند، اما نه به نفع سلطه امریکایی و یا احیانا اروپایی، رأیشون باطل است و عقلشون زائل. بعد خود دکتر رئیس دانا میگه بحث من این است که باید راه و روش انتخابات از اساس متحول بشود، که دقیقا جنبش سبز اینو میخواد که نظارت استصوابی باید برداشته بشه، حق به اصطلاح آزادی مطبوعات باید وجود داشته باشه، حق تجمعات باید وجود داشته باشه و انتخابات آزاد باید صورت بگیره. انتخاباتی که این رژیم ضد انسان و ضد مردمی داره راه میندازه انتخابات واقعا نیست، انتصاباته. بنابراین از اساس باید متحول بشه و راه برای همگان در رسیدن به همه موقعیت ها باز شود. در روشنای این تحول است که ملت میتواند رشد کند و همین رشد است که نخواهد گذاشت
دغل کاری دخالت بشر دوستانه که به واقع همون امپریالیسم نو و جنگ افروزی در قالب بشر دوستی است. عزیزان ببینن در لیبی چی داره. حالا من نمیخوام افغانستان، حالا آخر برنامه به عزیزان نگاه میکنم، به نشون میدم ویدیویی رو که چطور تفنگداران دریای امریکا دارن رو جسد، یعنی روی ملت افغانستان دارن ادرار میکنن. اینهایی که طرفدار دخالت بشر دوستانه در اجنبی در کشور ما هستن، در حقیقت هیچ حرفی ندارن، هیچ حرفی ندارن که روی اجساد ملت ایران تفنگداران دریای امریکا ادرار بکنن. اطمینان دارم که بعضی از اینها چنین حیوان صفتهایی هستن که از این و آن پنجره دارن دوباره وارد میشن. من هیچ توهمی ندارم که بگویم فردا اگر زمینه های مورد نظرم برای انتخابات سالم و آزاد و منصفانه آماده شد، حتما من و ما برنده میشویم. به نظر من این بزرگی انسان رو که میگه انتخابات باید آزاد باشه، به فرض هم من نبرم یا ما نبریم، یعنی نیروهای چپ، هیچ اشکالی نداره، ولی انتخابات باید آزاد باشه. اما همونقدر هم توهم ندارم و حتی یقین دارم که بخش عظیمی از این مردم به قدر وسع و با ادراک واقعیشان سر درون این مداخله های بشر دوستانه رو میشناسن. روی این مسئله من میخوام تأکید بکنم و با دکتر رئیس دانا من کاملا موافقم و موافق بودم که مردم ایران مقاومت خواهند کرد در برابر این تجاوزگرا و از آن روی برمیگردانن، از این مداخله بشر دو. با مداخله هایی از سوی دولت های غربی مبتنی بر دوگانه بودن هنجاری، یعنی در حقیقت سیاست های یک بام و دو هوا، که اون کشور اون دولت هایی رو که نمیخوان باید بیفتن، قذافی باید بیفته، بانک نوکریشون رو پذیرفته بود ولی کامل نبود، بشار اسد باید بیفته چون نوکریشون رو به طور کامل نپذیرفته بود، و شاید هم دولت و یا حکومت ایران. ولی سلطان عربستان کاملا دموکراسی، سلطان قابوس، خانواده آل نهیان، خانواده آل سباه و یا آل خلیفه ابدا. رژیم مصر، رژیم تونس، رژیم یمن ابدا. با تمام قوا باید رژیم ها را حفظ کرد. فقط رژیم هایی که تسلیم کامل نشدن باید تغییر بکنن، رژیم چینج باید صورت بگیر. بر فرض هم در جاهای دیگه لازم باشه که چند نفر مثل مبارک و صالح و عرصبت که بن علی قربانی بشن، ولی رژیم ها باید حفظ بشه. کدوم رژیم ها باید عوض بشن؟ اونایی که سرسپردگی کامل رو نپذیرفتن، یعنی سیاست یک بام و دو هوا، اونایی که میگن امریکا طرفدار آزادی و دموکراسیه، تبعیض آمیز با نادیده گرفتن حقوق و قواعد بین المللی، که تمام قواعد در خود اونجا به اساس قطعنامه 1973 که سازمان ملل زیر فشار اینها گذروند، عرض شود که آیا واقعا اجازه میداد که اینا برن و لیبی رو به اصطلاح اشغالش بکنن؟ عزیزان پیشنهاد میکنم اگر بتونن در Information Clearing House، فکر میکنم باشه، بله دیشب میخوندمش، خانم سینتیا مکینی مقاله مفصلی، زن بزرگ و افریقایی تبار امریکایی که قبلا به سا توی کنگره امریکا بود، سینتیا مکینی مقاله مفصلی راجع به لیبی نوشته. باید تمام عزیزان این رو بخونن. این رو شما در سایت جرس و یا جاهایی از این قبیل مال این شورای نمام فلان اینا نمیتونید ببینید. ما به طور مستقل باید بریم و اینا رو بخونیم که امریکا 12,000 نیروی تفنگدار دریایی در مالت پیاده کرده برای اینکه اینا بیان به لیبی رو به طور کامل اشغالش بکنن، برای اینکه در لیبی هم مردم مقاومتشون آغاز شده، همینطور که عرض کردم که مقاومت مردم در برابر این گرازهایی که به قدرت رسیدن، که هنوز اصلا دولتی وجود نداره در لیبی، فقط مردم به خاک و خون کشیده شدن، قتل عامها ادامه داره، زندانها ده ها هزار نفر توی زندانهاشونن و حمله میکنن به زندان ها برای که طرفداران قذافی رو قتل عام بکنن.
و مردم دارن مقاومت میکنن و این گرازها تازه به جان هم دیگه افتادن، یعنی کشور به نابودی کشیده شده. ولی تمام به اصطلاح چیزهای نفتی در اشغال نیروهای ناتو است، برای اینکه نفت جریانش ادامه پیدا بکنه. چه بر سر مردم لیبی میره هیچ براشون مهم نیست، نفت باید ادامه پیدا بکنه برای اینکه شاید بتونن نفت ایران رو جبران بکنن، برای اینکه ایران نتونه نفتش رو بفروشه. هم عربستان هم کویت همه اینا هم البته قول دادن. ولی میخوام عرض بکنم که باید ما به طور مستقل دنبال مقالات و مطالب بگردیم که در لیبی چه میگذرد و سیاست یک بام و دو هوای اینها که دکتر رئیس دانا داره بهش اشاره میکنه چطور داره عمل میکنه. در بعضی از جاها رژیم به طور کامل باید تغییر بکنه و در بعضی جاهای دیگه با تمام قوا باید رژیم حفظ بشه. در بحرین عزیزان ببینن که نیروهای عربستان سعودی اومدن و خانواده آل خلیفه رو چطور نجات دادن و حالا این به اصطلاح دفاع از دموکراسی و آزادی لابد بوده. طرفداران مداخله بشر دوستانه اغلب مانند اون آقا نیستن که صراحتن حرفشون را بزنن. ایشون اشارش به یک به اصطلاح برنامه پرگار در بی بی سی هستش که عزیزان میدونن یکی به اسم آقای مجید محمدی که ایشون جز جنبش سبز هم یه روزی بوده و الان طرفدار سرسخت مداخله نظامی و مداخله بشردوستانه در ایران هست و من نمیدونستم که من از دکتر رئیس دانا متوجه شدم که بسا این از بسا قلمزنایی برای بسا اصلاح طلبا بوده و حالا ببینید چطور بسا خودش رو به طور کامل فروخته. میگه طرفداران مداخله بشردوستانه اغلب مثل اون آقا نیستن که صراحتن حرفش را بزنن و بگوین بروید بکشید تا جگر ما خنک بشه، ملت ایران رو بکشن. شماری دل پنهان میکنن و این سوال را به وجه دیگری مطرح میکنن به این شکل: اگر تحریم عادی جواب نداد چه میشود؟ اگر تحریم گستره جواب نداد چی؟ اگر تحریم های جدی نفتی و بانکی بی پاسخ ماند چه باید کرد؟ اگر در پی آن مداخله های بشر دوستانه در عرصه سیاسی و فرهنگی و رسانه‌ای که این روشنفکرهای خارج نشین میخوان بی نتیجه شد چی؟ اگر در پی ناآرامی ها اعلام منطقه پرواز ممنوع به جایی نرسید چه باید کرد؟ اگر مسلح کردن مخالفان دولت در درجه اول مجاهدین، عزیزان مقاله مفصلی هست راجع به این که اینهایی که میان با موتورسیکلت و این دانشمندان رو به قتل میرسونن، این آدمای جانی و ضد بشر، اینا کیا هستن؟ در شمال عراق در بخش کردنشین چطور اسرائیلی‌ها در اونجا تمام اینها رو تربیت میکنن که خیلی هاشون در درجه اول از مجاهدین هستن و بعضی هاشون عناصر به حساب کردهای ناراضی هستن. مقاله مفصلی راجع به این که اسرائیل در شمال افغانستان، در شمال عراق یعنی بخش کردنشین چی کار داره میکنه و چطور در واقع در اشغال به حساب اسرائیل اونجا شمال عراق. اگر مسلح کردن مخالفان دولت کار را به جنگ داخلی منطقه‌ای کشان اما نتیجه نداد چی؟ ایران را تجزیه بکنه؟ اگر جنگ داخلی تمام عیار ایجاد شد چی؟ اگر مخالفان مسلح وابسته به خارج کسر آوردند از جمله مجاهدین و نیروهای آزادی خواه مستقل و مسئول هم سرشون برباد رفت چی؟ دقیقا همینطوره. تمام اینها اجازه میده به همین حکومت ضد بشر که نیروهای به اصطلاح بهانه دیگه به دستش بیاد که قتل عامهای تازه‌ای به راه بندازه و این اون خواست امپریالیسم واقعا. آیا در پی آن نوبت به مداخله مستقیم نظامی و حمله بی امان قدرت‌های جهنمی امریکا و ناتو نمیرسه؟ حالا این نکته ایه که میخواستم روش تکیه بکنم. من فقط بخش‌هایی از این مقاله دکتر رئیس دانا رو میخونم. بررسی‌ها و برآوردهایی در میان کارشناسان دولتی و مستقل امریکا حاکی از آن که نیروی نظامی غرب در حمله به ایران باید به یک جنگ بی انتها دست بزند تا به زعم خود پیروزمند از آن بیرون بیاید. نکته فوق العاده پر اهمیت. بعضیا صحبت اینو میکنن که فرضاً امریکا بیاد تأسیسات اتمی رو بمبارون بکنه و بره. به هیچ وجه اینطور نیست. به عزیزان یادآوری بکنم. تجربه پاناما، تجربه گرنادا، تجربه هائیتی، تجربه جمهوری دومینیک،
تجربه یوگسلاوی، تجربه افغانستان، تجربه عراق، تجربه لیبی، همین چند تا. هیچ کدوم به اصطلاح یا همشون در واقع ثابت میکنه که برای تغییر رژیم باید نیرو وارد بکنن، باید نیرو وارد بکنن، یعنی در حقیقت پایتخت جمهوری دومینیک، پایتخت پاناما، پایتخت لیبی، پایتخت عراق و کابل، پایتخت افغانستان رو باید بیان و اشغال بکنن. بعد از بمباران‌های گسترده، بعد از نابود کردن نه تنها پایگاه‌های نظامی، فاضلاب‌ها، تصفیه آب‌ها، منابع برق، تمام وسلا ایستگاه‌ها، تمام راه آهن‌ها، تمام جاده‌ها و پل‌ها، ملت ما باید بدونه که و به این وطن فروش‌ها باید بگه که دخالت بشر دوستانه یعنی چه؟ یعنی چند میلیون انسان کشته میشن و چطور کشور ما 100 سال عقب خواهد افتاد. ملت ما مقاومت میکنن، ولی رنجی که ملت ما خواهند برد تصور ناپذیره و این وطن فروش ها و ارباب هاشون و تفنگداران نظامی امریکا، تفنگداران دریایی امریکا روی اجساد ملت ما ادرار خواهند کرد. اطمینان داشته بر این که فقط اینا مسئله شون کشتار نیست، توهین و تحقیر ماست. کتابخونه ها باید از بین بره. کتابخونه 1000 ساله عراق رو نابود کردن. آزمایشگاه های ما از بین بره. دانشگاه های ما باید از بین بره. کتابخونه های 1000 ساله و موزه 7000 ساله عراق رو اینا از بین بردن و تاراج کردن، همه چیز ما رو. تا به زعم خودشون، ما نیز میدانیم تهاجم هوایی و جنگ های محدود بر اقتدار دولت میافزاید. یعنی اگر فقط بیان چیز بکنن دولت تقویت میشه، همینطور که ما میدونیم صدام حسین تقویت شد در دور اول و سر جاش موند. 500,000 طفل عراقی کشته شدن در اثر این، در اثر کم غذایی و کم دوایی. 1.5 میلیون انسان از بین رفتن. تمام به اصطلاح دستگاه، چیزهایی به اصطلاح پخش غذا، آموزش، بهداشت، همه چیز مردم عراق از بین رفت. ولی حکومتشون سر جاش موند و اتفاقا به اصطلاح محبوبیت صدام حسین بالا رفت. به هر حال اگر اونا بی اعتنا به عواقب حمله خود باشن و دولت‌های وابسته تکلیف مرگ و زندگی خود را در این حمله ببینند، خطابش در حقیقت به دولت‌های اسرائیل و عربستان که همکاری کامل دارن با امریکا میکنن و قطر برای یک چنین حمله ای، و اگر حضور نظامی امریکا و ناتو برای جنگ بی انتها ضروری شود و صورت گیرد، بی تردید با مقاومت نیروهای نظامی و پاراتروپ‌ها در این سرزمین گسترده و جغرافیای پیچیده‌اش روبرو میشن و فقط نیروهای دولتی نیستن. اما این تنها واکنش نیست. این پاراگراف رو من تمومش میکنم، برای وقت نیست که همه بسام مقاله رو بخونم. برای نیروهای مردمی و چپ و کارگری در پی خواستها و آرمانهای خود با انگیزه تر و مستقل تر وارد عمل می شوند. عملی مستقلانه. قابل توجه اونهایی رو که ما رو متهم می کنن که آره اگر شما مقاومت بکنید بنابراین طرف حکومتید. اینطور نیست. در عراق اینطور نبوده و حتی در افغانستانش هم اینطور نیست که میگن همه اینا که مقاومت میکنن طالبانن. اینطور نیست. مردم افغانستان دارن مقاومت میکنن و همین ترتیب مردم ایران مقاومت خواهند کرد و به طور مستقل. ولی در این حال خود حکومت هم لااقل 1 میلیون بسیجی داره. وحدت مردمی ریشه دارتر و بیشتر خواهد شد. این فقط نظر من نیست، دکتر رئیس دانا میگه، نظر تقریبا همه فعالانی است که در عرصه اندیشه و عمل میشناسمشون. عرض شود که من بقیه این رو فرصت نیست بخونم. تمام این چنگ و دندان هایی که این نیروهای تجاوزگر و جنگ افروز نشون میدن
در چه چارچوبی من سریعا میخوام وارد بحث دیگری بشم راجع به اینکه در امریکا چی میگذره و اینا در چه چارچوبی هست. عزیزان، ما باید ریشه تمام اینها رو دریابیم. تا زمانی که ما ریشه این قضا رو در نیابیم،